أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیه که تلاوت شد الان آیه شماره 109 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مورد گفتگو قرار میگیرد. حضرت باری تعالی چنین میفرماد: و اقسمو بالله جهد ایمانهم. سوگند یاد میکنند به خدا در نهایت شدت و جدیت در قسمشون که اگر بیاید برای ایشان آیه ای از سوی پروردگار، هر آینه ایمان به آن خواهند آورد. اما پیامبر بگو آیات از نزد حضرت اوست، از خداست، و نمیدانید شما که اینها اگر این آیات هم بیاید ایمان نمی آورند. متاسفانه این قصه تلخ و غم‌انگیزی است که در لابلای آیات شریفه قرآن حضرت باری تعالی حال و هوای گروهی رو مطرح می‌کند که اساساً به طور کلی تصمیم به ایمان آوردن ندارند. گروهی که شقاوت‌ها، زیاد خواهی‌ها، تعلقات و زنجیرهایی که در زندگی دنیا دست و پای اینها رو گرفته است، اون روحیه علو و استکباری که در بعض از آیات دیگر مطرح می کند که با حقیقت ایمان ناسازگار است. ایمان آدمی رو به خضوع منتهی می کند و می رساند. ایمان آدمی رو از استعلا و برتری جویی با دیگران مسلم جدا می کند، اساساً منافات دارد. روحیه ایمانی با روحیه استکبار هرگز همخوانی ندارد. روحیه ایمان، جوهر ایمان با ظلم و علو هرگز سازگاری ندارد. لذا طبعا کسانی که چنین خوی و خصلتی در وجودشون دیده می شود تصمیم خودشون رو گرفتند. اینها بنا ایمان آوردن ندارند به طور کلی. گهگاه لابلای آیات خدای سبحان چنین جماعاتی رو مطرح می کند. اینها کسانی هستند که اگر به این مقوله می پردازند و گاهی هم گفتگو هم زبان با پیامبر می شوند یا پیروان انبیاء الهی، اینها برای آن است که فرصتی پیدا کنند که چهره حق رو تیره تر کنند، کدر تر کنند و به خواسته های خودشون برسند، نه اینکه بخواهند حق و حقیقتی رو دریابند و ایمان و اعتقاد به اون بیاورند و دیگران رو با اون مثلا آشنا کنند. از شیبه هایی که این گروه های فکری عمل می کردن در زمان به اصطلاح ظهور انبیاء الهی، همه پیامبران من جمله پیامبر مکرم اسلام همین شیوه است که الان خداوند سبحان در این آیه بازگو فرمود. می آیند با قاطعیت و استحکام و اقسموا بالله، سوگند یاد می کنند به مقدساتی که پیامبران مطرح می کنند. بالاترین نقطه تقدیس خداوند سبحان، سوگند به هر یاد می کنند.
آن هم جهد ایمانهم. کلمه جهد اون قایت، اون شدت و اوج رو میگویند. اینها در نهایت شدت ایمان و سوگندهای خودشون چنین قسمی رو یاد میکنن که اگر بیاید آیه از سوی خدا قطعا میپذیرن و اعلام ایمان میکنن. خب آیات در حال آمدن است، مرتب در حال تنزیل و نزول است، آیات تدوینی الهی، آیات بیرونی رو انبیا در حال نمایش و نشان دادن اون هستند، آیات اعجاز خودشون رو، هیچ پیامبری که بدون معجزه نیامده است، یعنی بدون دلیلی که این رو منتسب کنه به خداوند سبحان، اینها حجت دارن، بینات به تعبیر قرآن، بینات دارن تمام انبیا که مشخص میکند صحت ادعای اینها که اینها سفیر ملک خدا هستند و فرستادگان حضرت دوست، اینها که توهی دست در این جهت نیستند، آیات را آوردند. نه، خواسته این گروه این آیات نیست. این همان بحثی است که گهگاه با تعبیر خودش خدمت عزیزان مطرح کردیم، تقاضای آیه ویژه کردن از این تعبیر می شود به آیات اقتراحی، یعنی آیاتی که از پیش خودشون می خواستند. اینها لیست می دادند که ما ایمان می آوریم در این صورت، سوره مبارکه اسراء، موارد دیگر نسبت به پیغمبر مکرم اسلام، نسبت به انبیاء پیشین هم همین قصه بوده است و مشاهده می شد. اینها تقاضاشون این بود. اهل مکه می گفتند ما ایمان به تو می آوریم، البته همین گروهی که هرگز نمی خواستند ایمان بیاورند، و اینها یه صورت قضیه بود، بازیگرانی بیش در این صحنه نبودند که شاید از این راه هم بتوانند لطمه ای به استواری و صلابت ایمان اهل ایمان وارد کنند. اینها می گفتند اگر ممکن است این کوه ابو قبیس، این کوه صبیر، قطعی از اون تبدیل به طلا باشد، اگر ممکن است ما ایمان می آوریم اما به این شیوه که ما چهره به چهره رو به رو خدای تو رو ببینیم و با اون صحبت کنیم، ملائکه حداقل بیایند با ما صحبت کنند، یا اینکه شما بروید و بیایید، شما بروید با آسمان و بیایید و همراه شما ملائکه الهی بیان تصدیق شما کنند، بدرقتون کنند، ما ببینیم اینها رو، اونگاه ایمان بیاوریم. و از همین بازی ها گاه مادی اون رو مطرح می کردن، گاه فرامادی اون رو مطرح می کردن، که به تمام اینها بزرگان و قرآن پژوهان معجزات اقتراحیه، یعنی آیات اقتراحیه می گویند. اساسا چون زیربنای این فکر غلط است، حق‌گرایی در این نبوده است، بلکه این اشکال تراشی و به نوعی تأخیر در پیشرفت کار پیامبران الهی و سنگ در راه ایمان مؤمنان بوده است، پاسخ روشن است. در خود این آیه شریف به زیبایی قرآن پرده بر می دارد از پایان چنین خواسته هایی. دقت بفرمایید، فرمود اینها می گویند لئن جاءتهم آیةٌ لیؤمنن بها، اگر آیه بیاید ما ایمان می آوریم. اما اولا روشن باشد که کار پیامبران آیه آوردن نیست. خیلی نکته ظریفی رو از جهت سازندگی اعتقاد دینی خداوند مطرح می کند. بگو پیامبر خود جناب عالی، انما الآیات عند الله، من پیامبر تعیین آیه نمی کنم، آیه نشانه آوردن کار من پیامبر نیست، ما در پس آینه طوطی صفت هم داشتند. انبیاء الهی ایجاد معجزه و آیه نمی کنند، فراتر از اون انتخاب معجزه و آیه هم نمی کنند. این حد و حقوق انبیاء نیست، اون کار خداست، این خالق وجود است که معجزات رو ایجاد می کند، آیات رو پیش بینی و تدوین می کند و اونگاه بر دست پیامبران و بر زبان انبیاء خیش برای بشریت می فرستد. پیامبران واسطه فیض و رسیدن این آیات برای بشریت هستند. نقش بیش از این نیست که بگوییم خود اینها چنین می کنند و آنچنان می کنند. انما الآیات، قل انما الآیات عند الله، آر دست خداست، ما آنچه حضرت او بگوید برای بشریت لازم است مطرح میکنیم و آیات الهی رو مطرح میکنیم برای بشریت و عرضه. اما اون جمله‌ای که عرض کردم در پایان آیه دیده میشه خیلی لطیف، و ما یشعرکم، ما مای نافی است، چه میدانی، چه آگاه میکند شما را، انها اذا جاءت لا یؤمنون، نمیدانید شما چنین چیزی را، اما بدانید حال که اگر همون آیاتی که اینها لیست دادن و مطرح کردن بیاید، هرگز ایمان
نمی آورند، هرگز ایمان نمی آورند. گاهی این رو در روایات معصومین داریم، در روایات خود نبی مکرم و این گفتارهایی که مطرح شده است، این تعلیل رو داریم و این علت رو برای این بحث که اگر خداوند به خواسته های این کسان و جماعت عمل میکرد در طول تاریخ، همین هایی که با انبیا میگفتن، با هود میگفتن، صالح میگفتن، این چنین کن، اون چنان کن، با خود پیامبر، اگر خداوند خواسته های اینها رو عمل میکرد، اینها هرگز ایمان نمی آوردن، دنگاه لازمه اون کیفر الهی و نابودی و هلاکت اینها بود که چنین پیشنهادی رو بدن به حجت خدا برای اینها 100% محقق و روشن شود و اونگاه مخالفت کنند. دیگه اینجا جاییست که باید از صفحه روزگار محو بشن و عقوبت سریع الهی در حقشون. خدا به مقتضای رحمت رحمانیه خودش چنین نمی کند و این معجزه رو عرضه نمی کند. شاید باز بارقه از امید باشد، رگه هایی از بازگشت اینها دیده شود، لذا خداوند چنین آیاتی نمی آورد که باب رحمت خودش رو هنوز بر اینها مفتوح بدارد و دیگه اینها محروم و ممنوع نباشند و از بین نرن. حتی همین نیاوردن آیه و نشان ندادن، این هم خودش مظهری از رحمت رحمانیه الهی بر همین بدخواهان و دشمنان. اما در این حال این حقیقت رو روشن کرد که در پشت این مطلب و این تقاضایی که اگر این چنین باشد آنچنان میکنیم بیاید ایمان میآوریم، صداقت نیست، حق جویی نیست. اینها دنبال این نیستند اصلا. اینها معرکه‌ای درست میکنند که بخواهند در اینجا به نوعی اعتقادات رو سست کنند، پایه های ایمان رو بلرزانند و الا هیچ حق جویی در فکر اینها دیده نمیشود. اونقدر آیات الهی روشن و کافی است برای اون کسانی که بخواهند دل بدهند و ایمان بیاورند. حالا در آیه بعدی حضرت باری تعالی بیشتر این نکته رو باز به نوع دیگری مطرح می کند، یعنی علتها شکافته می شود و نقلب و افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره و نظرهم فی طغیانهم یعمهون و نقلب و افئدتهم. کلمه نقلب از ماده همون قلب می آید. قلب یعنی باجگونی، زیر و رو شدن. بارها و بارها گفته این خدمت عزیزان، اگر به جان و روح انسان در کلام الهی قلب گفته می شود و فی قلوبه مرض، به دلیل همین تقلبات است، به دلیل همین زیر و رو شدن حالات مختلفه وجودی انسان و این عدم یکسانی حالات بشری است که به جان آدمی قلب گفته می شود در کلام الهی. نقلب و تقلیب به معنای چرخاندن و زیر رو کردن، باجگون شدن، جا به جا شدن. اگر سقف به زیر آید و کف به اصطلاح منتهی به سقف بشه، جا به جا با هم باشن، این یه نوع تقلیبه، یه نوع باجگونیست. و نقلب و افئدتهم، اینها بگونن که ما جانهای اینها، افئده اینها رو زیر رو کرده ایم. گویا افئده هم میدانی جمع فعاد است و فعاد هم به معنای همان جان، به معنای همان مرکز ادراکات آدمی و همان جان و روح انسان هاست. اینها جانهاشون باجگون شده است، زیر و رو شده است، شکل دیگری پیدا کرده است. و ابصارهم، و ابصارشون رو هم ما چنین کردیم، دیدگاه های اینها هم معکوس است، منکوس، واژگون است، شکل دیگری دارد. خب ببینید، وقتی یه شیعی رو شما وارونه می کنید دیگه کارکرد خودش رو ندارد. وقتی یه شیعی از اون جایگاه حقیقی مستقیم خودش خارج میشه، یعنی عملکرد و کارایی خودش رو ندارد. اینها دلهاشون در جایی که باید باشد، جانشون و روحشون در جایی که باید باشد قرار ندارد. اون کاری که باید قلب انجام بده، اون ادراک درستی که باید، دریافت درستی که باید جان و روح داشته باشد، اینا معکوس و وارونه دریافت می کنند. اینها دیدگاه ها و دریافت ها و ابصارشون وارونه است. به جای اون که به سوی حق گرایی در وجودشون غالب باشد، به سوی باطل تمایل دارند. به جای این که هدف اینها رسیدن به یه حقیقت و روشنی باشد، متاسفانه به سوی ظلمت و تاریکی دارن حرکت میکنن. یه وقتی خدمت عزیزان میگفتم، شاید وقتی در نهج البلاغه امیرالمومنین تعبیری که از معاویه دارند، میگن به خدا اگر من فرصت پیدا کنم زمین رو پاک میکنم از این انسان منکوس، یعنی این انسان واژگون. معاویه یه انسان وارونه است، جایگاه
اندیشه او جایگاه اندیشه بشری نیست، نگاه او نگاه وارونه است. به جای اون که به سوی حق تمایل کند، صرفا نظر او ابطال حق و احقاق باطل است. یه چنین نگاه واژگون و منحرفانه ای رو دارد. خداوند می‌فرماید این گروه انسان‌هایی که بازی می‌کنند با آیات الهی، هدف اینها ایمان آوردن نیست، اینها قلوبشون چنین وارونه شده است، دیدگاه‌هاشون اینها معکوس هستن، اون نگاه مستقیم و برداشت‌های صادق و واقعاً حق‌گرایانه در وجودشون نیست، دارن سوء استفاده میکنن از اونچه خدا به اینها داده است. در مسیر خودش قرار نمیدن این دستگاه‌ها، این امکانات و ابزاری که از اعتباری تعالی به اینها بخشیده است. کما لم یؤمنوا به اول مره، مشخص از همون برخورد اولشون، اینها همون گونه که در برخورد اولشون به جای اون که گوششون رو باز کنند، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، گوشها رو بستن، به جای اون که بیان صمیمانه و صادقانه بشنوند و نقد کنند و تحلیل کنند، اینها عبا رو بر سرشون کشیدند و به سوی شتافتند و هرگز استماع و شنیدن نکردند و دل به این سخنان ندادند هرگز. پیامبر و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، ما هم اینها رو رهاشون میکنیم، رهاشون میکنیم فی طغیانهم. دقیقا تو این کلمه تمام مطلب قبل روشن میشود، اینکه خداوند میفهمد ما جانهای اینها رو زیر رو میکنیم، نقند با افعدت هم با ابصار رو. چرا خداوند این کار رو میکنه؟ مگر خدا شر برای بندگانش میخواد؟ مگر خداوند سبحان هدایت و خیر بندگانش رو نمیخواهد؟ این از این طغیانشون مطرح میشه، مشخص میشه. ببینید ولو اینکه روشن از خدمت عزیزان، اما از باب اینکه ردیف سخن رو رعایت کنیم عرض میکنم، همونطور که در باب زلالت در قرآن میبینیم که خدا این سبحان اسناد ازلال رو به حضرت خود میدهد، همان گونه که فلما ازاقو ازاق الله قلوبهم، وقتی اینها به کجی و انحراف میروند، خدا دلهای اینها کج میکند. این تعابیر رو در مورد ازاقه داریم، در مورد ازلال داریم، در مورد خدعه و مکر داریم، در مورد تقلیب و این وارونه شدن و واژگونی هم داریم. تمام این تعابیر یعنی سنت های الهی، یعنی قانون مجازات الهی. این که حضرت باری تعالی ازلال رو به خودش نسبت میدهد، این کدوم ازلال و گمراهی است؟ یعنی حضرت حق چنین نسبتی با بندگان خود دارد؟ خیر. پاداش و مجازات ازلال یعنی بازتاب رفتار گمراهانه یک انسان رو خداوند ازلال خیش می نامد. اون کسی که از آقل الله، اون کسی که میاد باب خود و نیرنگ و کجروی رو باز می کند، بازتاب عملش چی میشه؟ فلما از آقو از آقل الله، این میشه که خدا در اون کجروی رهایش می کند که برود. اون کسی که شیوه کمان که فرمون کمان لم یؤمنو به اول مره، اون کسی که گام رو از اول کج میگذارد و به انحراف و کفر و تمایل پیدا میکند، خداوند که نمیخواد بالاخره اون رو منعش کند، کار خودش رو انجام میدهد. نتیجه اون میشه که بازتابش افزایش این کفر هست، کمان که عکس اون، اونها که قدم رو درست میگذارند، مسیر رو درست برمیدارند و یزید الله الذین اهتدوا هدا، افزوده میشه. بازتاب ایمان افزایش ایمان است، بازتاب کفر افزایش کفر است، بازتاب تقوا افزایش تقوا است، فزونی تقوا است، بازتاب فجور فزونی در هر فسقی برای انسان زمینه ساز فسق بعدی است، هر گناهی زمینه ساز گناه بعدی است، کما اینکه هر طاعتی برای آدمی زمینه ساز طاعت بعدی است. خیر خیر رو جلب میکند و شر شر رو جلب میکند، این قانون الهی است، لذا خدا به خودش نسبت میدهد. اینجا هم چنین مطرح میکند، فرمود اینها رو رهاشون میکنیم در طغیانشون، اینها در این طغیان مجاوزت الحد، اینا از حدود انسانی خارج شدند، اینها حد خودشون رو رعایت نمیکنند در رفتار با دیگران، اینها کسانی هستند که دستشون رو به حقوق و حدود دیگران آلوده میکنن و فرو میبرند، لذا نتیجه آن است که خدا رهاشون میکند. نظرهم فی طغیانهم یعمهون، خب اگر کسی رو خدا رها کند چه میشوند؟ اگر خداوند کسی رو رها کند، چنین بلایی بر سر او میآید که تعبیر قرآن یعمهون، عمه به معنای کوری دل و درون، ظلمت در جان، کمایی که اما نابینایی بیرونی است، اما
نابینایی درونی است، اینا دیگه تیره میشه وجودشون. اگر خدا کسی را رها کند، نوری به دل و جان او نمیتابد و این ظلمت، این سرگردانی و تحیر درونی آدمی را از پا میافکند. فرمود و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان شاء الله ولکن اکثرهم یجهلون. برای تبیین بیشتر و توضیح بیشتر که جای ابهامی نمونه برای مخاطبان، پیامبر ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، ما اگر ملائکه رو نزولشون بدیم برای اینها، اینا میگن بیان ملائکه ما روبرو بشن، واقعا اگر ملائکه با اینها چهره به چهره بشن، خب استعذار دارید که تنزل ملائکه یعنی این که ملائکه بیایند و شکل بشری پیدا کنن. ما اعتقادمون اینه که ملک موجود مجرده، یعنی قالب عنصری مثل ما ندارن ملائکه الله. اینها وجودشون، خلقتشون نوریست، شیوه خاصی دارن. امیرالمومنین در اون خطبه سنگین نهج البلاغه ویژگی ها و خصلت های ملائکه رو دقیقا بازگو می کند و حالات اینها رو، بهترین متن در این جهت در متون ما. ملک یه موجودی است که ما میبینیم ملائکه را، اما کی؟ جایی که و نزل الملائکه تو تنزیلا، هنگامی که پرده ها برداشته می شود، این جهان دوران اون به پایان می رسد. در عالم قیامت انسان ها و ملک و علا و ارجاع ها ملائکه را می بینند با چشم خودشون و ادراک می کنند. اما این جایی است که دیگه حجاب ها برای ما برداشته می شود، یعنی چشم ما اونقدر بصیرت پیدا می کند و تیزی نظر که می توانیم ملک را ببینیم. بلا دیدن ملائکه و تنزیل ملائکه در دنیا برای بشریت مقدور نیست الا در مواردی که اجاز الهی خاصه بزرگان خودش تعلق گرفته است. انبیاء، اولیا، گاه بعض از صلحا که چنین حالاتی دست داده است. اگر ما به خواسته اینها عمل کنیم، ملائکه رو از قالب مجردشون بیایم انصاری کنیم، شکل ظاهری به اینها بدیم، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا، اگر ما از خواسته های اینها این بود که اگر شما پیامبری و راست میگی، بگو پدر من از قبل بلند شه، بگه تو راست میگی، این پدر مرده من، بیاید تایید صدق گفتار تو بکند. و کلمهم الموتا، به خداوندی خدا، اگر خدا مردگان را زنده کند و با اینها سخن بگوید، میگویند این سحر است، این جادوست، این تزویر است، این دروغ است، این توهم است. و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، خلاصه کن این کار را، اگر خدا همه چیزی که اینها میخواهند گرد آورد پیش روی اینها و آماده کند، اینها باز هم ما کانوا لیؤمنوا، اینا ایمان نمیارن، نه اینکه ایمان نمیآورن، ما کانوا لیؤمنوا تعبیر خیلی لطیفی است، بنا ندارند ایمان بیاورن، همون حکایت خواب و خواب زده است، ما کانوا لیؤمنوا، اینا کسی بنا ندارن. پس بنابراین اگر خدا مستقیم خودش به قلب اینها نظر کند، اگر خدا مستقیم از باب و گفتگوی با اینها درآید و انبیاءش به کناری بروند، باز هم ایمان نمیآورن الا ان یشاء الله. اینی که اینها ایمان نمی آورن با تمام این معجزات، نکنه یه مرتبه تو دل ما بیاد که خدا نمی تواند اینها رو به ایمان وادار کند. چرا؟ اگر مشیت الهی باشد که اینها قهرن و جبرن بپذیرن برای خدا که کاری ندارد که به قدرت خیش اینها رو مسلط کند، اما بنا ایمان و مقوله ایمان که یه امر جبری نیست، یه امر اختیاری نیست، اینا بود خودشون بیان پذیرا باشن. ایمان رو باید بپذیرند و قبول کنند، نه اینکه خداوند به قبول آمد ایمان را بر کسی از بندگان خیش، از با می که نکنه نعوذ بالله یه شبهه از عجز و اینها تو ذهن ما نیاد، سری لذا خداوند فرمود الا ان یشاء الله، مگر اینکه مشیت الهی یعنی مشیت جبری الهی باشد که اینها ایمان بیارن، اما خداوند چنین نمیخواد، ایمان باید انتخاب انسان ها باشد الا ان یشاء الله. باز هم مانند همیشه در پایان، کما اینکه آیه قبل دیدید، ریشه رو در طغیان مطرح کرد. اینا چون طاغی هستند، به حد و حدود خودشون راضی نیستند، اینها برای کسی بر عهده خودشون حق قائل نیستند،
لذا چنین رفتاری رو میکنن و در این تحیر خودشون هم فرو میروند. نتیجه هم هست که ادراکاتشون عوض میشه، برداشت هاشون غلط وارونه است از حقایق، چیزی دیگری میبینن، خوبی ها را بدی میبینن، سیئات را به جای حسنات میپذیرند، چنین وضعیتی رو پیدا میکنن. اینجا هم در پایان آیه یک جمله تکان دهنده قرآن مطرح میکنه: اگر ملک بیاید، اگر مردگان به صحبت و گفتار در آیند، اینها نمیخواهند ایمان بیارن. چرا؟ چون ولکن اکثرهم یجهلون، چون اکثر اینها از باب جهل سخن میگویند. البته این جهل نه جهل نادانی است، این همون است که عرض به خدمتتون در سوره نساء در باب توبه اشاره کردم که انما التوبه، توبه از آن اون کسانی است، مال اونهایی است که یعملون السوء بجهاله، خطا و اشتباه انجام میدن از جهالت. بعد توضیح دادیم این جهل به معنای ندانستن که نیست. اگر من ندونم این مایه حرام است بخورم، در اسلام من نیاز به توبه دارم؟ نه. انسان وقتی ندانسته کاری و خطایی را انجام میدهد، خود ندانستن حجت است برای انسان. یعنی الجهل عذرون، جهل عذر برای ما. وقتی من تقصیری ندارم، خود نادانی میتواند خطای منو بپوشاند، اصلا نیاز به توبه نیست در اینجا. پس اینکه خدا میفرماید توبه از آن آن کسانی است که به جهالت انجام میدهند سیئات رو، این کدوم جهله؟ این نادانی نیست، این اتفاقا دانستنه. وقتی من میدانم این کار خطاست، عصیان خداوندی است، اما نمیتوانم در قبال نفسم ایستادگی کنم، از اون توانمندی عقلانی خودم بهره نمیبرم، دچار وساوس و توهمات نفسانی میشم، میلغزم، خطا میکنم، به خود میام، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله، این جاهله، یعنی آن کسی که میداند اما به مقتضای علم خویش نمیتواند عمل کند، این باید توبه کنه. چنین انسانی توبه مال اینه. خیلی اون آیه عجیب و زیبایی است. پس ما جهل دوم از جهل اول خطرناکتره. گاهی کسی نمیداند، خب بنده پیر مقامم که ز جهلم برهاند. این جهل مشکل است برای انسان ها، اما در این حال میدونیم جهل مقتضای اصلی وجودی ماست، همه ما جاهلیم و سعی میکنیم که از این جهلمون پرده های جهل رو بدریم و به سوی نورانیت علم حرکت کنیم. اما اون جهل دوم بدبختی است. جهل دوم یعنی چی؟ یعنی سفاهت، یعنی اینکه انسان بداند اما به مقتضای دانستنش عمل نکند. این میشه جهل واقعی. اینو روایات معصومین و قرآن، اینه که فرمود عارض عن الجاهلین، پیامبر رها کن این جاهلان رو، بگذار تا بمیرند در عین خود پرستی. این کدوم جاهل است؟ پیامبر در به در دنبال کسانی میگردد که نمیدانند، که بگیرد به اینها دستشون بگیرد آگاهی بده. پس این کدوم جهله که پیامبر روی برمیگرداند از این جاهل؟ نه، اون کسانی که میفهمند اما با مقتضای عقل و فهمشون عمل نمیکنند. به اینها میتوان گفت حماقت یا سفاهت. لکل داء دواء یستتب به الا الحماقت اعیت من یداویها. شاعر عرب میگه هر دردی رو من درمانش رو بالاخره میرم میگردم پیدا میکنم، مگر سفاهت و حماقت رو. یعنی اون کسی که میفهمد اما به فهمش عمل نمیکنه، توانایی عقلی دارد اما از قوه عقلش استفاده نمیکند. قرآن چنین انسانی را جاهل میگوید. فرمود ولکن اکثرهم یجهلون، اینا واقعا میفهمن آیات الهی رو، حجت خدا را، اما نمیخوان به مقتضای عقل و فهمشون عمل کنن. حالا که این چنین شد، برای تسلی دل پیامبر و در این حال برای اینکه ماها هم یه چیزهایی رو بهتر بفهمیم عزیزان، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. و کذالک، بدونید این قانونی است، این یک قاعده کلی است، واقعیت خارجی است که خداوند پرده از اون برمی‌دارد. جعلنا، قرار دادم من خدا، لکل نبی، برای هر پیامبری از اول اونها و آخرین این انبیاء الهی، ما قرار دادیم برای همه این انبیاء عدو و دشمن. ما برای همه انبیاء دشمن قرار دادیم، عدو من. این عدوها و شیاطین، این دشمنان، شیاطین الانس والجن، اینا یه شیطان هایی هستند
که گاه جنی هستند و گاه انسی هستند. خب آیه کمی پیچ و تابی دارد و یه حالت خاصی در آیه مبارک. اولا خب شیاطین رو میدانیم، شیاطین اساسا به طور کلی در کلام عرب شیطان، یقال لکل متمرد من الجن و الانس، هر موجود سرکش آتش افروزی رو شیطان میگویند در لغت عرب، هر کی باشه، کان من کان. حالا این ممکن است شیطان دیدنی باشد، ممکن است شیطان ندیدنی باشد. تاییدش میکنه قرآن این حرف رو، من الجن و الانس، شیاطین الانس و الجن، در چند جنجا اومده این. ممکنه شیطان اطلاق بشه بر اون موجوداتی که نمیبینیم، یعنی دودمان و تبار ابلیس، همانها که بالاخره نام اونها رو ما بیشتر میشناسیم و دشمن قسم خورده خودمون میدانیم، که انه لکم عدو مبین قرآن میگوید. اما گاهی نه، شیطان از میان خود ماست، یعنی انسانهای متمرد و لجوج در قبال فرمان الهی و ستیزگران با بنی نوع خودشون، این هم شیطانند. یعنی شیطان دیدنی و شیطان ندیدنی در قرآن یک عنوان برشون اطلاق شده است. اینها مشابه همون شیطانند، اما در میان انسان ها زندگی می کنند. فرمود ما قرار دادیم برای همه انبیا دشمنانی که اینها شیاطین جن و انسند. حالا قبل از اینکه رفتار اینها رو بگم، همین قسمت جهنمش کمی ذهن رو آزار میدهد. خداوند میگه ما خودمون قرار دادیم. خب پس اگر خدا قرار داده است که دیگه بالاخره باید باشه دیگه. و این جعل الهی، این چه جعلی است، این چه قانونی است؟ یک کمی شائبه اون قهاریت از این سخن نمی آید؟ نه، روشنه برای دوستان عزیز، ما دو جهنم داریم. یه جعل تکوینی، هو الذی جعل الشمس ضیاء، خداوند خورشید رو زیان قرار داده است. خورشید بخواهد یا نخواهد باید نورش، باید بسوزد و بسازد خورشید. خورشید باید شعله ور باشه، گازهای مشتعلش این چنین افروخته بشه و این نار و نور رو به کره زمین و بقیه این منظومه ببردازد. این جهل الهی است. خداوند ماه رو چنین، والقمره قدرناه، این تقدیر است، این جعل است. در تمام این نظام طبیعت این جعل تکوینی الهی حاکمیت دارد. ما یه جعل تشریعی و حقوقی و قراردادی داریم. جعل تکوینی پشتبانه یا اون قهاریت و جباریت حق است، اما جعل تشریعی نه. خدا نماز را جعل کرده است بر ما، قرار داده است بر مبنای این 17 رکعت در این روزه، در این ساعت خاص زمانی. حالا این جعل الهی تکوینیه؟ یعنی ما قهرن نماز میخوانیم؟ نه، یا انتخاب میکنیم این مجموعول الهی را یا انتخاب نمیکنیم. و جعل و کذالک جعلنا لکل نبی، این جعل تکوینی نیست. یعنی خدا جوری قوانینش رو قرار داده است که عده‌ای با این قوانین مخالفت میکنن، عده‌ای موافقت. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه رگ رگ از دین آب و بشیرین آب شور، در خلائق میرود تا نفخ صور. نتیجه میشه این تقابل و تضاد. بر اساس پذیرش و عدم پذیرش قواعد الهی انسان ها با هم عداوت می کنن. هازان خصمان اختصموا فی ربهم، عجیب این آیه، این دو خصم با هم به خصومت برخواستند، اما ریشه فی ربهم، قوانین الهی است. بر اساس قواعد و قوانین الهی در طول تاریخ انسان ها عدو و هم شدند، دستبندی کردند، مقابل هم ایستادند. یک گروهی آزادی ها، اباهی گری ها، لاابالی گری ها، بی حد و مرز بودن ها رو پسندیدن، این شیوه زندگی رو، عده حدود و سقور رو، آنچه خدا خواسته است در زندگی خودشون حاکم کردن. نتیجه میشه چی؟ طبیعی است اینها با هم در تضاد و تقابلن، اینا با هم عداوت میکنن، این دو منطق ذهنی با هم سازگاری نداره. لذا به نقاطی که میرسد اون سطوح استکاک درگیری ها شروع میشود. میشه و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن، این واقعیتی است که باید پذیرفت. حالا نکته این است که وجود خود این عداوت ها اصلا زمینه تعالی و تکامل رو برای انسان ها و صاحبان ادیان فراهم میکرده است و پیامبران. بالاخره شما میبینید یه نوع بیماری اعلام میشه، نمیدانم آقا پیش اومده است،
در میان جامعه بشری. یه تکاپو و یه جهش علمی رو در جهان پزشکی مشاهده میکنید. اندیشمندان صاحبان نظر این لابراتوارها به کار میافتد، تحقیقات و پژوهش‌ها، پایان‌نامه‌ها، نمیدانم تحقیقات و اونچنانی پروژه دادن، سرمایه صرف کردن، اصلا یه دستاوردهای جدید و نوینی رو در عالم پزشکی از برکت وجود این بیماری شما مشاهده میکنید. یه فضاهای جدیدی باز میشه. بالاخره یه میکروبی میاد، یه ویروسی میاد. ببینید آقا، عرض به خدمتون ارتقاء سطح بهداشت عمومی، بهزیستی چه و چه، این مسائل مطرح میشه. یه زلزله میاد، به دنبال این میبینید مقاوم سازی آو در معماری ساختمان، شهرداری ها مقرراتی وضع میکنن، یه اصولی رو مطرح میکنن، باید چنین باشد، اونچنان باشد، یه تضمین و استحکامی در زندگی مردم پیش میاد. مثل این که اصلا تو نظام طبیعی عالم یه چنین چیزی هست، در نظام عقیده و اعتقاد و شریعت همین چنین است. این تضاربها، تضادها و تقابلها در دل اون موجب شکوفایی استعدادها خواهد شد، بروز توانمندیها و حقایق وجودی انسانها خواهد شد. تو این سالهای اخیر دقت کنید، پاره تفکرات، مسائل که مطرح شد، خود این یه، من نمیخوام جنبه تایید نفس موضوعات رو نمی کنم، بازگو کردنش رو عرض می کنم، باری از تفکرات، مطالب، شبهات، ایرادات که مثلا مطرح شد تو این سالهای اخیر تو فضای فکری اجتماعی خودمون رو عرض می کنم، این موجب یک ارتقاء فکری در حوزه اندیشمندان دینی شد. یعنی اینها خیلیشون به فکر افتاده که ما باید بدونیم مدعای خیلی از کسان رو نظر رفتن، تکاپو کردن، تلاش کردن، خودشون رو رسوندن به اون منابع، سورس ها، سرچشمه های اولیه، وانگاه دستاورد های خودشون رو به جامعه عرضه دادن و تو حوزه تفکر دینی ارتقای ایجاد کردن. این خودش خوب بود، یعنی نتیجه گیری مثبت بود. توجه دارید، نه نفس موضوعات، خود نتیجه گیری مثبت بود. اینه که بیشتر یه صفی مقابل انبیاء الهی موجب صلابت و قدرت، موجب نوآوری، موجب ارتقا و رشد در جامعه و حوزه دینداران بود. از این جای نگرانی نیست و این توقع هم ما نباید داشته باشیم عزیزان، که این جامعه داشته باشیم که این استریم و استریلیزه شده باشد و استریل باشد. نه، اینطور نیست. و جعلنا لکل نبی عدوا، قانون همینه که باشه، شیاطین الانس والجن به اتفاقا اونا هم کاراشونه بکنن، ما هم کارمون انجام بدیم. اونم چگونه کار انجام بدن؟ یوحی بعضهم الی بعضن زخرف القول. خیلی زیباست این بیان الهی. اون شیاطین نقطه مقابل خط انبیا بخواید نخواید هستن. اتفاقا قرآن تعابیر عجیبی در مورد کار یوحی، اینها به وحی هم کار میکنن. اینجا وحی چه معنایی داره؟ معنای لغوی وحیه. بارها اشاره کردیم معنای لغوی وحی یعنی چه؟ یعنی انتقال موضوعی به راز، پنهانی و سرعت. اگر وحی پیامبران را هم وحی میگویند، اوحینا الیک، یعنی ما به راز و رمز یک باره به سرعت سینه تو رو شکافتیم پیامبر و حقایق رو در جان تو ریختیم. این میشه وحی. این شیاطین یوحی، این هم تعالیمشون رو بسیار مرموزانه، بسیار ظریف، اینها به سرعت منتقل میکنن. یوحی بعضهم الی بعض، مطالبشون رو منتقل میکنن. اونم چه چیزی رو در قالب وحی میدن به هم با این سرعت؟ زخرف القول. کلمه زخرف، گاهی این کلام رو ما به کار میبریم، ممکنه مقداری هم از نظر ما کمی زشتی و شناعتی در تعبیر داد میاد، چون مزخرفاتی میگوید مثلا، این از همین ماده میاد. زخرف القول، اون سخنی رو میگن که مموه، تمویه دارد به تعبیر عربی، یعنی سخنی که ظاهر اون آراسته است اما محتوای اون پوچ و بیمقدار و ناپسند، یعنی باطلی رو چهره حق دادن، زشتی رو بزک کردن و چهره زیبا به اون بخشیدن، این میشه مزخرف. زخرف، زخرف القول، یعنی سخنی که باطل است اما چهره حق داره، درون اون تعفن اما بیرون اون چهره آراسته زیبا، این میشه زخرف القول.
اون که سخنی است که موبه تنبیه داره. فرمود خداوند سبحان اینها زخرف القول را وحی میکنن و منتقل میکنن این خط مقابل انبیا، سخنانی که ممکنه اینها بسته‌بندی های زیبا لوکس خیلی شیک مطرح میشه و از پاره از زبان ها، اما وقتی محتوای اون نگاه میشود زهر است، او کنده از شناعت ها. و حال این که در قالب و ادبیات و اصطلاحاتیه که خیلی هم ممکنه ظاهر پسندیده ای داشته باشه و مقبولیت ظاهری پیدا کند. زخرف القول، غرورا، اما ریشه تمام اینها فریب است. فریب است، فریب کاری است، ریاکاری است، تزویر است. ولو شاء ربک ما فعلوا، باز تأکید بر این میشه پیامبر اگر پروردگار تو بخواهد نمیگذارد اینها کارشون رو بکنند. آبود این کار رو بکنند اینها. خدا جلوی کسی را پیشگیری نمی کند کسی را از ارتکاب عملی، بود انتخاب کنند انسان ها. اینها چنین انتخاب می کنند، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. اصلا باید باشه این به اصطلاح این شیوه تکثر این جعل الهی است. خداوند خواسته است انسان ها میخوان انتخاب این بکنند. اینی که در فضای آزاده دیدن این مطالب، دیدن این عداوت ها، دیدن این، شنیدن این زخرف القول، اگر ایمان آمد، شدت ایمان در وجود انسان شکل گرفت، این ایمان ایمان پایداری است، این ایمان ایمان محکمی است در وجود. اما تو فضایی که هیچی نشنیدی و بسته و گوشت بر تمام مطالب، تو یک عرض به خدمتون فضای دوگمی که هیچی انسان اصلا استمزاج این مطالب نکرده است، خب این با یه بیدی، با یه بادی این بید میلرزد. اما وقتی اومد و شنید و مطرح شد و پاسخ و جواب و جرح و تعدیل و حل و نقد مطالب رو دید، می نجنبم که کوه الوندم. این اعتقاد، اعتقاد راسخ، این باور، باور مستحکمه که انسان بشنود، بتونه تکیه بده بر موضع ایمان و اونگاه داوری بکند، پاسخ بگوید، جرح و تعدیل بکند، محکم و استوار. ولو شاء ربک ما فعلوا، اگر خدا میخواست که اینا رو از بیخوبون جمعشون میکرد که اینا عداوت نکنند، نه، اینا هم انتخابشون رو دارند، شما هم انتخابتون رو دارید، به میدان بیایید و مقابله کنید. فذرهم و ما یفترون، ولو شاء ربک ما فعلوا، فذرهم و ما یفترون، اینها رو رهاشون کن و افتراهاشون پیامبر، بذار کار خودشون بکنن، شما کار خودتون انجام میدید با قدرت و اقتدار. حالا این که فرمود اینها وحی میکنن، یعنی به راز و رمز مطالبشون رو با هم منتقل میکنن، اینها هم سریع دارن کار میکنن، شبکه‌هاشون فعال، عرض به خدمتون میدیاشون کار میکنن، تمام اینها جدی در مسیر خودشون افتادن دارن کار میکنن، روز به روز هم این زخرف القول جلوه‌گریش بیشتر میشه، روشن‌تر میشه، فراگیری پیدا میکند. غایت اینها چیه؟ پایان به کجا میرسه؟ اما بدون یا رسول الله ولتسقا الیه، خیلی این آیه تسکین دهنده است، ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. اما این گفتارهای شیطانی و پیامهای شیطانی خریدار شیطانی هم دارد. فلتسقا پایانش به اینجا میرسه، اون زخرف القول. کلمه اسقا، سقی، سقب، اسقا به معنای کشش و میل برای شنیدن. این جمله رو گاهی گفتیم، من اسقا الی ناطق فقد عبده، کسی که گوش میدهد، یعنی گوش جان می سپارد به گونند به گوینده ای و سخنگویی، گویا او را عبادت می کند. ان کان ناطقا عن الله فقد عبد الله و ان کان ناطقا عن الشیطان فقد عبد الشیطان. اگر اون گوینده خدایی میگوید این عبادت خداست، اگر شیطانی میگوید این عبادت تسلیم شدن برای شیطان است. اسقا به معنای گوش جان سپاردن، و لتسقا الی به این مزخرفات، میدانید کی گوش جان می سپارد؟ افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. این حرف ها و این عباطیل تو دلهای بیمار اثر میکنند،
اگر قلب قلب سلیم باشه این مطالب تأثیر درش ندارد، این قول مقرور، قول پرغرور اثر نمی کند برای او. فرمود اینها جذب میشن به سویش دلهای الذین لا یؤمنون بالآخره، اونهایی که پایه های ایمان نیست، اعتقادی به اون سو و جهان باقی ندارن، ولی یرزوح میپسندن همین حرفا رو نتیجتا، ولی یقترفو ما هم مخترفو. یکی از کلمات زیبایی که در قرآن در مورد اسیان و معصیت به کار برده میشه اشارتی شده است، خود کلمه اقتراف. اقتراف از به معنای اکتساب الاسم، به دست آوردن گناه و اسیان، میشه اقتراف. به وقتی میگفتم به دوستان که میرید گاهی هست توی روستاها این طرف اون طرف این جایی زیباییست، جوب آبیست و بالاخره این سپیدارهای بلند و کهنه کهن هنچنانی، بعد نگاه میکنید یک کسی اومده است، ای بابا دیروز اومده با کاردی انداخته است این پوست تازه این درخت رو، این کنده است و نوشته است این یادگار من است، نمیدانم پران نوشته است چلین کنده است من. وقتی این پوست کنده میشه و جدا میشه، این رو در کلام عرب میگن قرف، برداشتن این پوست میشه اختراف. بعد نتیجه میشه اگر این درخت و این گیاه خیلی توانایی نداشته باشه که ممکنه حتی لطمه ببیند، نباشد خیلی بد منظر میشه این پوست زیبای صاف، یه جاش میبینید به مرور زمان بعد این لکه میشه، برجسته میشه، زشت میشه، زخمگونه میشه بر همین بدنه این درخت سپیدار مثلا فرض بفرمایید، چه این حالتی دست میده. اینو میگن اقتراف. گناه قرف است و اقتراف است، یعنی وقتی انسان اسیان خدا میکند یا این منتهی به لطمه وجودی میشه یا چهره انسان رو کریه میکند. چه تعبیر زیبایی رو قرآن بازگو میکند که در ذهن بماند. فرمود اینها ولیقترفو ما هم مقترفو، و اینها ادامه میدن به این اقترافشون. ولیرزوح، این دلهای غیر مؤمن میان میپسندند این حرف ها را و اقتراف میکنند آنی را که اقتراف میکنند. اینها به گناهان خودشون و به این تکسب باطلشون میافزایند و چنین مسیری را طی میکنند. خب پس این خط کلی رو قرآن مطرح کرد و کذالک جعلنا لکل نبی هستند پیامبر، شما مقابلت هستند، انبیاء دیگر هم بودند، این تضارب و تضاد وجود دارد، شما خودتون رو مجهز کنید تو این صحنه ها، آماده و مهیا باشید، از این درگیری ها شما بهترین استفاده رو میتونید بکنید، پایه های وجودی و فکر خودتون رو تقویت کنید، مایه های درونی انسان ها مشخص میشود، این اصل انتخاب است که مسیر رو پیش رو مشخص میکنند، اونها کار خودشون رو میکنند، شما کار خودتون رو میکنید، تا که قبول افتد و که در نظر آید. افغیر الله ابتغی حکما و هو الذی، حالا خیلی شفاف و روشن بعد از این دو خط عداوتی که قرآن مطرح می کند به رخ می کشد ذات باری تعالی، اون زیبایی شکوه و سرآمدی خط وحی و نبوت رو در قبال خطوط مزورانه این چنینی به زیبایی در آیه بعدی میاد که انشاءالله باید خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در نوبت آینده ادامه مطالب رو بازگو کن. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بدارد، دستمون از دامن کلامش فطرت نبیش در دنیا و آخرت کوتاه مگرداند، توفیق فهم و درک و عمل به آیات نورانی قرآن رو نصیب و روزی ما بفرما.